بسم الله الرحمن الرحیم تاعتتون قبول باشه سلام میکنم به محضر تک تک شما عزیزان بهترین خریدار جان و مال انسان خود خداوند متعال هست و در ازای اون سنم و پولی رو که قرار است بپردازد بهشت آن هم بهشت برین بهشتی با اون اوصاف که در کتاب قرآن آمده رو قرار داده است پس اگر انسان ها تجار و آدم های زرنگی باشند همیشه در مسیری حرکت می کنند که مشتری جنسشون رو خوب و با قیمت با ارزشی بخره خداوند متعال هم بهترین خریدار است لذا اونهایی که به مقام شهادت می رسن، خدا می دیه او خود من هستم بعد جالبه در ماه مبارک رمضان هم نسبت به نوع این عمل یعنی روزداری خدا میفرماید از آن جایی که این عمل عبادی هیچ نمایشی و هیچ صورت ظاهری نداره مثل نماز مثلا خم و راست شدن به قول خودمون نداره من من خدا میدانم که با این فرد روزدار و در ازای تلاش او چه پاداشی رو به او عنایت بکنن از خدا میخوایم که بهترین پاداشش یعنی محبت اهل بیت و نصیب ما بفرماید الهی آمین خدمت شما خوبان هستیم با حضور جناب استاد وافی و پیرامون نظام خانواده اسلامی داریم صحبت میکنیم. اجازه بدین عرض ارادت و سلام داشته باشم شما و علیکم <applause> سلام صاحب علیکم السلام علیکم منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان گرامی و آرزوی قبول طاعات و عبادات خدا خیرتون بده آمدیم 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 تا الان پشت در خونه عروس خانم هستیم بحث خواستگاری ان بله جلسه قبل وارد بحث مستحبات و مکروهات یا همون آداب خواستگاری شدیم بله عرض کردیم خواستگاری شاید. محرماتی داره با یه زنایی نمیشه ازدواج کرد که ارجاع دادیم به مسائل شرعی و حقوقی قضیه و یه سری آدابی هم داشت من یکی از آداب خواستگاری رو عرض کردم دو تا دیگه هم عرض میکنم برای اینکه کامل بشه ستا بشه حالا بینندگان در فضای مجازی جستجو بکنن همین کلیدواجه آداب خواستگاری احکام خواستگاری که در عربی میشه خطبه میاد براشون مطالب و روایات خوبی یکی از روایات که دیدم یوم الجمعه یوم خطبت و نکاح روز جمعه, جمعه. روز خاستگاری خاستگار و ازدواجه جمعه. نه اینکه حالا در غیر جمعه نمیشه خواستگاری را برکتش در این روز چه بس روز جمعه روز ایده ام. ما الان عادت داریم که ازدواج و عقد و اینها رو در ایام اید و سرور, سرور. متا جمعه از بس تکرار میشه عادی شده عادی شده برای اونها که روز جمعه روز ایده از اعیاد بزرگ مسلمینه لذا خوبه که هم خواستگاری و هم عقد ازدواج در روز جمعه در صورت امکان ممکنه در بین هفته رو ایده قدیر باشه خب طبعا طب ترجیح داره یا عجله ای باشه مناسبتی باشه ولی خب خود زمان موضوعیت داره, داره, داره موضوعیت داره به این معنی که از آدابه اه. یعنی به برکت کار می افزای چطور مثلا بعدا خواهیم خون که عرض خواهیم کرد که عقد در قمر در اقرب مکروهه مکروه توضیح هم میدیم طبعا بعضی از زمان ها باعث خیر و برکت, برکت بیشتر اون یه نوع احترام و حرمتی هم به روز جمعه است که من اونقدر روز جمعه رو اهمیت میدم میخوام بهترین شادی هام رو و بهترین و مهمترین امور زندگیمو رو با روز جمعه که متعلق به آقا امام زمان علیه السلام پیوند بدم چه و اگر این تعلق رو هم در نظر بگیرن دیگه نورون نور علا نور میشه, میشه. یه روایت دیگه داریم از نکاح و اخفل خطبه این هم جالبه که نکاح رو علنی برگزار کنید وقتی که دیگه, دیگه همه چی تمام شد مراسم عقد عروسی اما خطبه و خواستگاری مخفیانه باشه یعنی همون عده معدودی الانم هم رسم همینه که برای خواستگاری مثلا. بله پدر و مادر و دختر و بزرگان خانواده که چه بسا نمیدونم از سرش چیه چه بسا اگر به سر انجام نرسید دیگه این پخش آره. مثلا نشه آره این خواستگاری اومدن پاسخ منفی بود مثبت بود این مخفی باشه اصل خواستگاری مخفی مخفی نه که مثلا شبانه مخفیانه بریم آره مثلا یعنی به اون علنی بودن نکاح نباشه که حالا ما میخوام بریم خواستگاری و حالا همه اقوام بیان و یک شامیه نه خواستگاری همینه که اون طرفین برن و ادعی از کسانی که صاحب رأی و نظر هستن اینم از آداب خواستگاری محسوب میشه یکی چیز یک مطلب دیگه که قبل از اینکه بریم پشت در خانه دختر عروس خانم مسئله وساطت در ازدواجه این چون چند تا روایت خیلی ناب داشت حیف بد نگم و متاسفانه یا به طور طبیعی مردم غالبا از وساطت در ازدواج گریزان هستند. آره. یه بارم اشاره کردید به خاطر حرف و حدیثی آگه بعدن پیش میاد خوب بشه میگن در صورتی که جوش نخوره در صورتی آره. که به اختلاف نکرده مثلا. به طلاق بیانجامه اینا تا آخر عمر یا بعد از طلاقم فلانی باعث و بانی بود بعضی هم زبان به لعن و نفرینشون خیلی سهله این درست نیست خدا لعنت کنه فلانی با... م... فلانه با ما آشنا کرد بند خدا گفته آقا این دو نفر هستن خیلی نیت خیر داشته اولا بعدش هم معرفی کرده به شما هیچ وقت کسی تضمین 100 صد درصد که نمیده آقا این مورد هست ظاهرا مناسب دلیت برید خودتون بقیه مراحل خودتون طی کنید حالا گاهی هم همه مراحل رو طی میکنن یعنی کاملا تحقیق بررسی که اگر خوب عذاب در بیاد یادی از این بند خدا نمی کنن. یه دعایی براش میکنن ولی اگر خدایی نکرده به مشکلی بر بخوره همش نه لعن و نفرین نباید نصار هر کسی بشه حتی کسی که گناهکار مؤمن گنهکارم مستحق لعن نیست لعن نباید برای دشمنان خب این روایت این وساطت سواب خاصی رو داره دو تا روایت من میخونم به من نمونه <applause> یعنی زیاده از وجود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و که حضرت فرمودن در خود شعبانیه که با صلوات بر من در این ماه مبارک کفه میزان اعمال خودتون رو بالا. سنگین کنید حالا من ترجمه اشو میخونم که کسی که واسطه بشه در رساندن دو نفر به هم دیگه هر گامی که برمیدارد. یا هر کلمه که در این راه میگه برای اینکه میره با اون صحبت میکنه با این صحبت میکنه صحبت میکنه گام برمی‌داره. خداوند ثواب یک سال عبادت رو به اون میده بابت هر گام و هر کلمه کلمه ای که گفته میشه. ببینید چقدر کلمه گفته میشه در این و روایت جالبتر سلاستون یستزلون به زل عرش الله یوم القیامه یوم لا ذل الا روزی که سایه‌ای غیر از سایه عرش الهی نیست حالا ما نمی‌دونیم روز محشر سایه و آفتابش چه نمیدونیم ولی روزی که سایه ای جز سایه عرش الهی نیست سه نفر زیر سایه عرش خدا جا داره حالا از اون گرما حرارت آفتاب به همون در شأن قولش به تعبیر یکی شرجلن زوج اخاه المسلم مردی که برادر هم. مسلمانش رو به ازدواج, ازدواج داره براش همسر جور کنه و امام صادق فرمودن ینظر الله علیهم یوم القیامه چون در قرآن آیایی داریم که مثلا کسانی که فلان کار انجام دن لا نظر الله علیهم یوم القیامه خدا روز قیامت به اونها نظر لطف نمیکنه. حضرت فرمودن چند نفر مورد نظر و عنایت ویژه خدا در روز قیامت روزی که همه ما به عنایت خدا نیازمندیم بله. سر تا پا محتاجیم یکی از اونها کسانیه که کسیه که واسطه بشه برادر ایمانی این همین عظمت ثواب میرسونه که اون درد سرها هم داره بله. اگه اگه قرار بود که واسطه همش براش دعا کنن و خوشنام باشه و هیچ مشکلی براش پیش نیاد طبعا این ثواب باش مناسبت نداشت به خاطر اینکه غالبا فراموش میشه یا به شر از او یاد میشه ولو به اشتباه ولی بالاخره به خوبی یاد نمیشه اگر به مشکلی خب این عجر و ثواب ها هم اومده که این ترس بریزه اگه میگه من واسطه بشم درد سر داره به طور طبیعی دردسر رو انسان نمیپذیره ولی وقتی در مقابل چنین اجر و پاداشی رو ببینه ریسک میکنه و میگه توکل بر خدا ما انجام میدیم حرف مردم برای مهم نظر خدا از سایه عرش الهی مهمتر از حرف مردم در این دنیاست این دوره بر. نکته دیگه خواستم عرض بکنم یک دعای قبل از خواستگاری اگر شما در اینترنت سرچ کنید دعای خواستگاری یا دعای قبل از خواستگاری چند تا دعا میاد یک دعای بسیار خوشمزمون از مولا امیر که چون خیلی مفصل بود به عهده خود بینندگان و گذار میکنم پیدا کردنش و خوندنش رو یک دعای بازم جالب و مختصر از امام صادق علیه السلام, السلام که قبل از اینکه برید به خواستگاری هنوز نمیدونید شما میپسندید اونها میپسندن پاسخ اونها یا شما مثبت منفی هنوز هیچ معلوم نیست. نیست یه دعای خیلی عجیبی خود ماه مبارک ماه دعاست این دعا رو امام صادق قبل از خواستگاری فرمودن ولی مضمونش جوریه که هر جوان مجردی حتی در زمانی که اصلا بنای خواستگاری نیست, نیست. الان تو ماه رمضان که از خواستگاری نمیره یا الان امکان ازدواج هنوز براش فراهم نشده میتونه بخونه چون دعا دعای خیلی خوش اللهم انی اريد ان اتزوج خدایا من قصد ازدواج دارم فقط در لی من النساء از میان این همه زن زنی را برای من مقدر بفرما که پنج ویژگی داشته باشه چرا مصوی پنج ویژگی عجیبیه یعنی اون ایدئال در این احسنهن خلقا و خلقا یه زنی که بهترین زنان باشه از جهت اخلاق و از و جهت ظاهری ظاهری بله خلقش و, و افهن نفرجا پاک دامنترین زنان و احفظهن نلی فی نفسها و مالی حافظ نگهبان هم خودش باشه یعنی دامنشه هم برد. مال من اموال من در اختیارشه حفظ کنه و اوسعهن الرزق برای من رزق وسیع بیاره باز خوش, بله بله خوش قدم باشه و اعظمهن پر برکت ترین زن رو برای من مقدر کن ببینید نیکوترین زیباترین خوش اخلاق ترین زن پاک دامن ترین زن امانت دار ترین زن پر رزق و روزی ترین زن و پر برکت ترین زن رو برای من مقدر کن ما از خدا میخوایم سنگ تمام آره دیگه. در دعا باید سنگ تمام گذاشت اما اینکه خدا چی چه مقدار برای ما کنه. مقدر کنه بس دیگه, دیگه, دیگه به چندین چندین و چند امر داره ولی این خواسته از خجال نکشیم حالا مثلا شما قبل از وقتی شما ازدواج کردیم یا من به همین قانه حالا نقصی داره عیبی داره منم نقص و عیب دارم اون مال بعض ازدواجه <applause> ولی قبل ازدواج به کم قناعت نکن در درگاه خدا از خدا بهترین رو بخوا حالا به مناسبت خاطرم اومد که من همیشه میگفتم که این حول حالنا الا احسن سهلا. الحال چه دعای جالبیه حول حالنا الا احسن سهلا. الحال حال ما رو بهترین حال قرار بده بعدا توجه کردن به این دعایی که بعد از نمازهای ماه ما برخونده میشه حول سو احالنا به حسن حالک حسن من. حالک خیلی عجیب اصلا شاید نشه ترجمه کرد یعنی چی؟ یعنی حال, حال بد منو تبدیل کن به حال خوب خودت حالا من نمیدونم منظور امام از این حال خدا چقدر بالا ما از ما بهترین ها رو از خدا بخوایم ولی واگذار به خدا میکنیم و به اون چه خدا بده هم راضی هستیم شنیت تون... کریم هم اینه هم. که بهترین ازش بخوایم ما از بهترین رو میخوایم اون هم کریم بهترین رو به ما میده مگه اینکه مشکل از قابل باشه یعنی نتونیم مثلا اون بهترین رو بتون حقش رو ادا کنیم یا مثلا تعارض بشه بین بت... بهترین متوسط متوسط ایه بهتر باشه ما یا خیلی دعای عجیبیه بعدا به این اکتفا نمی کن هنو میخواد بره خواستگاری <applause> به فکر بچم هست وقت منها منها یعنی از کی؟ از, <applause> از اون که هنوز ما نرفتیم میخوام بریم خواستگاری شاید جواب منفی بده تازه میخوام مقدر بشه منها ولدا طیبا فرزند پاکیزه از اون زنی که قراره برای من مقدر بکنی ببینید چقدر آینده نگری شده یک فرزند پاک و پاکیزه اگه از این تعریف بهتر نمیشه هر پاک و پاکیزه تجعل لی خلفا صالحن فی حیاتی و بعد موتی جانشین صالح و شایسته‌ای برای من باشه فرزند خلف نه ناخلف هم در زندگیم، هر که میبینم که عجب پدری داشته مثلا چه پدر هم بعد از مرگم برای من طلب مغفرت بخره نه طلب لعنت و نفرین ببینید چه دعایی همین دعا رو فقط حتی مجردین در قنوتشون بعد از نمازشون در شبهای قد در مزان استجابت دعا بخونن انشالله که خدا مقدر براشون میکنه انشالله این بخش اول برنامه بله. من یه بله. بله. مطلبی یادم اومد برای مزاه در ماه مبارکم اشکال نداره گفت کفن دزدی بود به بچهش گفت پسر تو یه کاری کن که بعد از مرگ من مردم دیگه خلاصه من رو, من رو مل ملامت نکنن گفت یه کاری میکنم که همه بگن خدا پدرش رو بیامرزه اومد و پدر از دنیا رفت پسر شغل پدر رو ادامه داد اضافه بر اینکه کفن میدزدی میت رو از قبل بیرون می آورد و اوریان رهاش میکرد و میره مردم صبح آمدن دیدن بدن میت با اون وضعیت بیرون افتاده همه به لاستستان گفتن خدا پدر کفن دوز اولی رو <applause> بیامرزه <تصفح> که دیگه آره به <تصفح> کفن اکتفا میکنه واقعا داشتن همسر خوب با این صفات و فرزند پاک و پاکیزه به طبع که برای آینده ما خیر و خوبی و مرحمت و مغفرت بیاره جزء نعمات بسیار زیادی است که خدا میتونه به یک نفر عنایت بکنه و دعا داشتن و مراسم و آداب نشون میده که این مجلس خواستگاری از اهمیت ای در نگاه اسلام برخورداره پس یه مقدار دوستان ما روی این آداب تحت عنوان آقا آداب تهجری قدیمی ها نگاه نکنند برکاتش توی زندگی آینده شما هست خیلی متشکرم یه فاصله بگیریم برگردیم ادامه بحث انجام بدیم خیلی خوش آمدید کماکان در خدمت جناب آقای وافی هستیم با موضوع نظام خانواده اسلامی و بخش خاستگاری آدابی رو بیان کردند. بخش دوم گفتگومون رو با هم مرور میکنید استاد خدمت خدمت شما ارز کنم که بخش دوم رو به این اختصاص میدم که صفاتی که باید در دختر و پسر باشه حالا برخی از صفات صفات لزومیه مثل ایمان و اسلام تونستن مجلس لازم بلکه قبلش تو تحقیق, تحقیق بله. بله و معمولا مجلس خواستگاری در زمان ما که این گونه است یعنی ابتدا به ساکن نمیرن گلوشینی بخن برن خواستگاری بله بله یعنی یه مقدماتی طی میشه بررسیایی میشه حتی یک خلاصه مزاج هم بله میگه نمیگه یه زن به بعدا میرن خواستگاری اینطوری که برن خواستگاری شو. و بله رسمی تر میشه یه صفاتی باید باشه، یه صفاتی هم شایسته است که در دختر یا پسر باشه، نبودش ممکنه به درد سرهایی بیانجامه. اون صفاتی که باید باشه صفات عقیدتی، مثلا ولاتن که خل مشرکاته، حتی یومنه، آیه دیویست و بیسویه که سوره بقره است، ولاتن که خل مشرکات، با زنان و دختران مشرک، حتی نه مگه اینکه ایمان بیارن، آیا میشه با زن مشرک ازدواج کرد؟ بله بله قبلش باید قبل از خواستگاری باید یه مجلس به اصطلاح آموزش عقاید براش بذارید و جلو برگردوندن به راه ما اگر هدایت شد اگر قبول کرد تسلیم شد ایمان برد دیگه مانعی نیست این از اون موانعیه که قابل برطرف کردن هست منتها تا برطرف نشه لا تنکه حال مشرکات حالا در تفسیر این آیه بحث ما بحث تفسیر نیست دیگه فقط میخوام اشاره کنیم به آیه آیا مشرکات شامل اهل کتاب هم میشه یا نمیشه بود از قطعا مشرک کسایی که اصلا خدا رو قبول ندارن مثل کمونیستا اینایی که هیچ فقیه اجازه ازدواج با اینها رو نمیده اما اهل کتاب یک اختلاف فتوایی بین فقها بوده غالب فقها اجازه ازدواج موقت میدن یک جوان دانشجویی مثلا در خارج از کشور مشغول تحصیله اونجا با یک دختر دانشجوی مسیحی پنج سال مثلا پنج سال اونجا هستن ده سال کمتر بیشتر عقد موقت هیچ مانعی نداره تقریبا قریبه به اتفاق فقه ها ازدواج موقت نه با بودایی و کمونیست نه با مسیحی و کلیمی کسی که به دین حضرت موسی و حضرت ایسا حداقل در ظاهر پای بنده اما ازدواج دائم با اهل کتاب حتی این از اون طرف تقریبا غریب به اتفاق فقه های ما ازدواج دائم با اهل کتاب رو باطل میدونن بودن کسانی که صحیح می دونستن از جمله مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله ایشون فتوا این بوده که ازدواج با اهل کتاب و نه مشرکین و نه بی خدایان صحیحه اتفاقا قضیه جالبی هم همین مسیحیت و یهودی مسیحی و, و... بعضی میگن زرتشتیام هم شامل میشن اون کتاب زرتشت اختلاف هم شبهه کتاب دارن برخی قائلا ولی یهودی و مسیحی زبر... مسلمه نیستن الان الان دیگه نیست. کسانی که به اسم اهل زبور در زمان ما باشن نیستن یه قضیه جالبی هم داره شما بودین ماه مبارک رمضان محمد رضای پهلوی میخواست بعد از اینکه از یکی از, از همسرانش طلاق گرفت ظاهرا سه بار ازدواج و طلاق براش پیش اومد عاشق یک شاهزاده ایتالیایی شد اسمش هم ماریا بوده و خب شاه ایران شاه کشور به شیعه بوده دیگه اینا اومدن برای اینکه این ازدواج سر بگیره خبر داشتن که آیت الله بروجردی قائله که ازدواج با اهل کتاب اونم ایتالیایی مسیحی بود دیگه اشکاله. بلا اشکاله استفتایی کردن از آقای بروجردی ایشون آقای بروجردی فهمید حتی استفتا ده. از طرف دربارم نیومده بوده. ناشناس استفتا کردن که بعدا اون برگه استفتا رو مثلا به اون سند ارائه آه، بدن آه، ارائه آقای بروجردی با اون کیاستی که داشتن در جواب استفتا نوشته بودن مشهور فقهای امامیه ازدواج با اهل کتاب رو صحیح نمیدونن و نهایتا نشد نتونست محمد رضا با اون شاهزاده ایتالیایی ازدواج کنه چه بسایشون میگن شاه مملکت شیعه بخواد ازدواج کنه یک عواقب سیاسی و تبعات داره که صلاح نبود پس این اختلافه در اختلاف و ترکس به مرجع خودش مراجعه میکنه فقط یه نکته میگم در امر ازدواج دنبال یک مرجع سادگیر نباشید و حتی من نظر شخصی خودم داخل پرانتز به عهده خودم اگه مرجع من که اونو اعلم تشخیص دادم گفت فلان ازدواج با فلان قشر از خانما جایزه اما من مشهور فقها جایز نمیدونن نمیدونم. بازم جای احتیاط هست امر ازدواج امر مهمیه بله. بخوام این نکته بگم به عنوان مثال ازدواج با دختر باکره دوشیزه بدون اذن پدر خب بله. که قائلن که اذن پدر شرط نیست ولی مشهور قائلن که یا شرط یا احتیاط واجب میکنن اینجا حتی به نظر من حتی کسی که مقلد اون مرجعیه که اذن پدر رو شرط نمیدونه بیگدار به آب نزنه وقتی که غالب فقه ها خیلی از فقه ها قائلن که این باطل ازدواج یعنی طبق نظر اونایی که باطل میدونن این زناست هم. حالا اینی که شرط نمیدونه میگه نکاح و چیه صحیحه اون وقتی که امر بین زنا و نکاح شد ولو اینکه مرجع شما فتوا به جواز بده جای احتیاط هست و کاملا احتیاط جا داره جب. این دیگه بحث عملیشه از لحاظ عقیدتی و اخلاقی بعضی روایات فقط هم عقیدتی همین مشرکات و فلان بعضی روایات عقیدتی و اخلاقی رو با هم گفتن روایات معروفی همه شنیدن از وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه, علیه و سلم اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه خواستگار اومده اخلاق و دینش رو میپسندید یعنی مورد رضایت شماست فزوجو دختر رو بهش بدید پس یکی از ملاک اخلاق و یکی دین دین ممکنه کسی بگه آقا این مالو کمه. دین رو فقط نماز و روزه نگیریم ما نه نه مجموعی مجموعه آموزهای دین. یعنی این بعدن الا روایت شو میخونم که ممکنه که کسی که مثلا دروغ بگه کسی که اهل خیانت باشه کسی که منافق، نفاق اینا یک مجموعه گسترده از دین وجوه. یعنی دیگه به مال و منالش گیر ندید نه. الا تفعلوه اگر این کار رو انجام ندید تکن فتنتون فل ارده و فساد کبیر این روایت در کافی شریف نقل شده اگر کسی بخواد به بیش از این دو فکر کنه و به خاطر غیر از این دو خواستگار رو, رد, رد, کنه، خواستگار رو رد کنه این فتنه،, فتنه و فساد کبیر در زمین به وجود میاد که ما داریم شاهدش میبینیم بله متاسفنه. یه بعد دیگه داریم لا تو زوج و انکان سیع الخلق اگر بد اخلاقه دختر نده حالا ممکنه بد باشه که اهل نماز اول وقته اهل روزه مستحبیه یا با هم جمع نمیشه تو این داستان تو این داستان با هم جمع نمیشه چون یک اون میخواد زندگی بکنه بعد از ازدواج فرق میکنه آقای مصویا ما ازدواج کردیم روایت داریم که بر بد شوهر صبر کنه مرد بر بداخلاقی زن سبر کنه اما اول مثل جنب. اون قضیه بلا تشبیه سقط جنین عرض کردم هل. پیشگیری از بارداری اشکال نداره اما وقتی دیگه باردار شد قتل نفس نه،, صاحب قتل نه. حالا قبل از ازدواج بررسی کنن دینش اخلاقش و نکته ای که من بر من زیاد پیش اومده چون من در حوزه تدریس دارم حالا سالای مقدمات و اینها گاهی زنگ میزنن به من مثلا مادر اون دختره یا آقا فلان طلب شما چه جوریه میگم آقا از من نپرس من استاد اینم میاد سر کلاس خب معلومه که جلو هر وقت که وارد میشم اولا جلو من پای من وای میسه مؤدب بد دهن نیست عصبانی از دست من اجازه به نه بشه خوش اخلاق خوش رفتار این که نشد ملاک شما باید از هموجریاش سوال کنی از رفیقاش سوال کنی کاسبی مثلا سر کوچه که مهمه والله تحقیق از من تو میگم طلبه منظمیه درس خونیه اما از اخلاق و رفتار و حتی از اعتقادات و سلیقاش من بیخبرم چون اون این مسائل رو جلوی من بروز نمیده, اینکه ما از کی دقیق کنیم گاهی از استاد دقیق میکنم که خیلی طلبه خوبی و عالیه چرا اون استادم نباید اینجوری تعریف کنه بیا در حد استاد شاگردی من ازش بی ادبی، بی نظمی، درس نخانی سراغ ندارم. طلبی جدی به نظر میرسه. احتمالا تو امور زندگی هم جدی باشه. ولی چه بسا در امور زندگی کاملا برعکس طلبگی یا دانشجوی استاد دانشگاه هیچ دانشجوی جلو استاد دانشگاه بی ادبی، بی احترامی، عصبانی بشه. حتی اگر دانشجوی از استاد ناراحت بشه، خشم خودشو رو فرو میبره. حرمت فورم. رو رعایت میکنه. تا چی باشه بخواد جلو استاد پس مورد تحقیق هم مهمه هم از کی تحقیق کنیم هم اون کسی هم که از او سوال میشه بگه من در این هیته از این اطلاع دارم هیچ وقت شخصی رو به طور مطلق تضمین نکنید یه راهنمایی بکنید چون سوالت بینندگان هم بوده فرماند که من چندین بار مثلا کار تحقیق و اینها رو انجام دادم نسبت به خواستگارانم اما در نگاه اول یا حالا مثلا روزهای اول ارتباط یه جوری عمل کرده که من حسن نیت به او پیدا بکنم و اعتماد بکنم بهش بعد یه مقدار زمان جلوتر رفته دیدم نه این شخص داره تغییر میکنه و الان به یک بی اعتمادی رسیدم نمیدونم به که دیگه اعتماد بکنم و خب نیاز به ازدواج به هر سن هرچی دارم چه باید بکنم ببینید یه مقدارش ریسکه یعنی نمیشه پیش بینی کرد آیه شریفه قرآن و شاور هم فل فاذا فا عزمت فتوکل الله با, با, مردم مشورت کن معلومه که طرف مشورت هم کارشناسان هستن با مردم هره. مشورت کن وقتی تصمیم تو گرفتی نمیگه فعضا ازم ففعل. دیگه تصمیم تو انجام بده دیگه بازم فتوکل علالله بازم یعنی دلات. حتی ما افرادی داریم که با رفیقاشون سمیمی خوش اخلاق اصلا میگن فلانی اگر تو مجلس ما نباشه مجلس ما صفا نداره, نداره. اگه فلانی مسا... تو مسافرت همراه ما نباشه اصلا خوش نمیگذره بله. چقدر خوش مسافرت چقدر خوش صحبت چقدر از ما, د... ما از او دروغی نشنیدیم ما از او فریبی ندیدیم اما وقتی ازدواج میکنه همونطوری که ازدواج جنبه تحول مثبت خیلی وقت داره گاهی اوقات کاملا برعکس میشه و حتی میخوام اسم فریبم روش نذارم و این کارو سختتر میکنه گاهی حتی خود طرف در صدد فریب نیست یعنی خیال میکنم من میخوام زن بگیرم خوش اخلاق میخوام باشم بزنم وقتی ازدواج میکنه ببینه اون جنبه و ظرفیتشو نداره <applause> حالا ممکن در ادامه برنامه هامون به نکاتی اشاره بکنیم ولی اونی که الان میتونم بگم اولا که نباید به خاطر یک فرد به تمام افراد شد همه افراد یک جور نیستن ثانیا نباید کار اون طرف و عمدن و از روی فریب دید چه بسا دست خودش نبوده آقا من با رفیقام که هستم البته نکاتی یا بله جلسه قبل جلسه, قبل جلسه قبل ارز کردیم گاهی زن بد اخلاقی از مرد میبینه عاملش خودشه متوجه نیست ببینید چرا یه مردی با رفیقاش چند ساعت میشن میشینن میگن میخندن اما میاد تو خونه ده دقیقه میخواد بشه نمیتونه چرا چون وقتی با رفیقاشه رفیقاش بهش قر نمیزنن رفیقاش سینجینش نمیکنن رفیقاش گذشتهشو به خاطرش نمیارن یه حرف یه وقت زده هی به رخش نمیکشن هی مثل گرزی بر سرش پرونه نمیارن نمی اما این کارو زن بعضی از زنا انجام میدن این نشسته نمیارن. داره آقا مادر تو مثلا یادت نیست مادر تو فلان فلان مهمون رفتیم فلان کسی فلان جا این حرف زدی فلان چیزو گفتی برات میخرم نه اینا تو حرف رفیقا نیست لذا ما دو تا رفیق داریم اصلا سی سال رفیقا مثلا اصلا پام با یه بار دعواشون نشده یا اگر اختلافی شده به قهر نه انجام میده آوین هر هفته <تصفح> 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 یا دعوا دیگه زرو مسل شده که من دعوا نمک زندگی و نمیدونم دعوای زناشا مثل بارون و خب این به خاطر اینکه یک انرژی های منفی از یکی از دو طرف ساته میشه الان امروز انرژی مثبت و منفی حرف نمیزنه حرف بدی نمیزنه به نظر خودش اما داره یه حرفی رو میزنه یا یک رفتاری یک نگاهی برخوردی که از صد تا فحشی که رفیق بهش میده به خود زن باید بررسی کنه که چرا این با رفیقاش تا صبح خوشه خب چرا من نترم همون خوشی رو براش کنم در خانه فراهم کنم یکی از اسامی خانه مسکنه محل, محل سکونت بود تسکونو الی ها اگر منزل محل آرامش و سکونت باشه مرد وقتی کارش تمام شد میاد منزل اگر نه اول میره جای دیگه به و اینور و اونور یه بهانی هم جور میکنه اگر هم میاد میخواد دنبال فرار از خونه است که از این حالت غیر این بعدا بیشتر بحث میکنیم یه اشاراتی هم در سقب داشتیم خب خدمت شما فقط این نکته رو بگم بعده. اگر وقت هست که میگیم خلق و دین جلسه بعد عرض میکنیم که منظور این نیست که جمال و زواهر اصلا مورد عنایت نیست جلسه بعد عرض میکنیم چقدر اسلام رو زواهر اهمیت داده ازا اراد احد کم ان یتزوج فلیسال ان شعرها کما یسال ان وجهها میفرستید برای تحقیق میگه آقا چه شکلی ظاهرش از موهاش هم سوال کنید خیلی ف الشعر نشعر احد تو در سه بعد توضیح یا اینکه گفتیم جمال الدین اینم بخون اذا تزوج الرجل المرء لجمالها او مالها مشکل داره نه اینکه من با یه زن زیبا و ثروتمند نباید ازدواج کنم اما انگیزه من مهم. باید اون انگیزه. دین و اخلاقش باشه روایت داریم اگر به انگیزه دین بری جلو خدا جمال و مال رو هم روزی تو خواهد کرد پس ما فعلا یک امور باطنی رو گفتیم که هنوزم باقی مونده برای جلسه بعدی مهم. اسلام به دقایق و ظرائف حتی ظواهر هم پرداخته بعدی که نگاه به دختر برای اطلاع بیشتر جایزه حتی فقها اکثر فقها میگن که میخواد به موهاش نگاه کنه روی مو حساس این آقا من میخوام موهای دکتر ببینم از نظر شرعی جایزه که حالا احکامش رو جلسه بعدی عرض انشالله خیلی ممنون چکه خدا خیرتون بده ان استفاده بردید و با یک نگاه مثبت دوباره به مسیر اصلی آموزه های دینی این عمل بسیار مهم رو ترتیب میدید خیلی ممنون و التماس دعا دارم خداون خداوندا ای خدای تنهایی آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشند. خودت را از ما دریغ مکن خداوندا دستمان توهی از طاعت و آلوده به معصیت است اما دلمان سرشار از عشق و محبت توست به دستمان نگاه نکن به دلمان ش... به دلمان هم, هم نگاه نکن به دست و دل خودت نگاه